طلوع یک صبح دیگر از زندگی به شما مبارک. سلام و صبحتان بخیر هموطنان عزیز، امیدوار هستم که خوب صحتمند سرحال و یک صبح فوق العاده عالی و خوبی را کنار خانواده هایتان آغازگر بوده باشید. دوستان عزیز، بار دیگر در خدمت شما هستیم تا این برنامه زیبا و دیدنی گلبانگ را خدمت دیده های گرم و نازنین شما دوستان تقدیم بکنیم. و من تنها نیستم، امروز طبق معمول همکار خیلی خوبم با ما هست، آرزو جان، که یک و یک قرار از بخش های مختلف برنامه را خدمت شما دوستان تقدیم بکنیم. خب دوستان، میریم با طرف یک بسته تصویری خیلی کوتاه، دوباره در ادامه برنامه با شما هستیم. بله دوستان، دوباره برگشتیم و در خدمت شما هستیم. بسته تصویری و یا هم معلوماتی بود که با هم یک جا دیدیم، امیدوار هستم که از او بسته لذت برده باشین. خب دوستان، داشتن امید در زندگی خیلی ها مهم است و از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است، بخاطر که امید من حیث یک نیروی مثبت و یا هم نیروی انگیزه دهنده در زندگی من هست که میتونه افراد را به خاطر رسیدن به اهدافش و به خاطر که به مشکلات خود غلبه داشته باشه خیلی ها کمک میکنه. امید دوستان نه تنها به خاطر افزایش سلامت روان انسان کمک میکنه، بلکه باعث میشه که سلامت فیزیکی و هم جسمانی ما نیز خوبتر و بهتر باشه، به خاطر که افرادی که امیدمند هستند سطح استرسشون کمتر هست و میتونن که بهتر به خاطر آینده خود تصمیمات جدیتر و خوبتر بگیرن. خب دوستان، میریم به طرف میان برنامه کوتاه، در ادامه باز هم همراهی شما دوستان را با برنامه خودتان برنامه گلبان خواهان است. درود و سلام بر تک تک شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم در کجای کره خاکی که قرار دارید دارای صحت و سلامت کامل باشین تا اینکه بتونین بیننده برنامه خودتان یعنی گلبانگ باشین. و خوشحال هستم که امروز هم روز دوشنبه، من آرزو کاکر از دریچه تلویزیون شما مهمان خانه های شما هستم. فراموش نکنید که واسه من تنها نیستم، مثل هر روز همکار خوبم خاله جان همچنان هستن و بخش برنامه خودشان با مهمان های متفاوت و موضوعات متفاوت تقدیم شما عزیزان میکنن. ما مثل هر روز بازم منتظر مهمان های خود میباشیم و شما هم منتظر باشین که مهمان امروز ما کی هست و روی کدام موضوعات مهم صحبت هایی میداشته باشیم. و قسمه که شما هم از صدای من میفهمین که من امروز هم گلو در دستم، به اساسی که طبعا که آیست آیست از زمستان فرا میرسه و نزدیک هست و هوا سردتر شده، به اساس شما هم متوجه صحتتان باشین و صبح وقت که به طرف کاربارتان میرین کوشش بکنین که نسبتاً از لباسهای خزانی استفاده بکنین، چون بعداً هوا گرمتر میشه، یک جاکتک نازک نسبتاً، و میتونین که اگر هوا گرم شود دور بکنین. خوب است که متوجه صحتتان باشین و قسم مریض نمیشین و دچار سرماخوردگی هم نمیشین تا اینکه صدایتان مثل من دلخراش نشه. و خوب است که بریم به طرف یک وقفه کوتاه و فکر میکنم همکارم اشاره میکنن که بسته تصویری داریم. ای که بسته تصویری ما در مورد چی هست، ما همه روزه کوشش میکنیم بسته تصویری خیلی زیبا و جالب داشته باشیم بر شما. پس با تقدیم همین بسته تصویری ما هم منتظر مهمان ما هستیم و شما هم بیننده برنامه گلبانگ باشیم. بله گران دوستان، به هم تاسو ته خرغ لاس ما معلوماتو که څوره هم دلوده چي د الویرا په حق لو او زه هم مطمئنم چې تاسو دغه گیا سره کامل آشنای ور سره لري چي د جلد لپاره ډیر زیات مفید ته یا هم ډیر زیات خوي، ځکه چې هغه کسان چې وچ جلد لري کوي شي کېدش چي دغه الویرا څخه استفاده وکړي د ماسک په توګه، کولی شي چې شپې له خواب مخکې لدې چې ویده شي، کولی شي په کور کې د کور په کور کې هغه کوم مواد چې له دغه الویرا سره استفاده کیږي ورسره مخلوط کړئ یا حل کړئ، او بعد دغه خپل په لاسو او په مخ باندې استفاده کړئ چې ډیر زیات پخوي ستاسو د روښانېدو جلد لپاره. همدارنګه هغه جلدونه چې مخکې مې هم یاد کړی وچ جلدو لپاره ډیر زیات ښوي. ځینې خلک فکر کوم چې دغه الویرا اوبه اخلي شوي او دا چې په کومه توګه استفاده کوي، زه هم ډیر زیات معلومات نه لرم، خو په دغه کڅوړه کې د تاسو به هم معلومات ډیر زیات شوي وي، او که غواړئ چې زیاتره معلومات ترلاسه کړئ کولی شئ چې د یو طبیب خواته ورشئ او د الویرا په هکله ورنه پوښتنه وکړئ چې په کومه توګه باید ورنه استفاده وشي. نو لاړ به شو لنډه دمه به واخلو او له دمې وروسته له ګلبانګ سره وسږیږه. تاسو هم په تمه اوسئ چې زموږ د نن خبرونې میلمه به څوک یا په کومه موضوع به خبرې کوو، بېرته راګرځو خو د هغې نه مخکې لنډه دمه.
بله دوستان عزیز، دوباره برگشتیم و در خدمت شما هستیم. سپاسمندتان هستم که تا این دم بیننده برنامه خودتان، برنامه گلبانگ هستین. همچنان ما منتظر مهمانانمان هستیم. قبل از اینکه مهمانان ما به استودیو تشریف بیارن یا بیاین حتی به تلویزیون ما، میشه که ما در مورد یک موضوعی که انتخاب کردیم با شما چند کلمه داشته باشیم. خب ما میخوایم دوستان در مورد افرادی گپ بزنیم که به زندگی امید دارن و یا هم در زندگی خود امیدمندانه پیش میرن و امید میداشته باشن. ویژگی این افراد چی بوده میتونه؟ ویژگی اولش دوستان عزیز نگرش مثبت هست. افراد اشخاصی که امید به زندگی دارن، همیشه هم مثبت نگر هستن، حتی به طرف مشکلات خود هم به طرف مثبت یا به دید مثبت تماشا میکنن و مشکلات خود را من حیث یک فرصت مد نظر میگیرن و از او به بهترین شکل ممکنش استفاده میکنن. مورد بعدی دوستان عزیز انعطاف پذیر هستند. آنها همیشه افرادی هستند که بر شکست ها و موانع هایی که در زندگیشان قرار میگیره و هم صد راهشان قرار میگیره، اگر به خود هدف تعیین میکرده باشند و در مقابل از این هدفشان صد راه یا و هم یک مانع بزرگی قرار میگیرن، انعطاف پذیری از خود نشان میدن و به راحتی میشینن فکر میکنن و این موانعی که در پیشونیشان قرار گرفته را از سر خود دور یا سر راه خود دور میکنن و میرن به طرف اهداف خود. مورد بعدی دوستان عزیز تمرکز بر آینده هست که افراد اشخاصی که امید به زندگی دارن دائما به آینده فکر میکنن و دائما یک تقسیم اوقات و یا هم یک برنامه ریزی منظم به خاطر آینده خود میداشته باشن، به خاطر اهدافی که به خود تعیین کردن میداشته باشن و این افراد بیشتر تمرکز به آینده دارن و به چشم خیلی باز به طرف آینده خود تماشا میکنن. مورد بعدی دوستان عزیز در مورد این است که افراد اشخاصی که امید به زندگی دارن دائما پشت کار می داشته باشند، یعنی کار امروز را به فردا نمیگذارن و کار فردا را هم به پس فردا. آنها همیشه کار امروز خود را آن واحد و در اونمو وقت انجام میدن و پشت کار می داشته باشند، یعنی دائما به خاطر هدفی که به خود تعیین کردن، قسمی که قبلا اشاره کردم، تقسیم اوقات، برنامه‌ریزی منظم و هم پلان منظم یا نقشه را به خود میکشن و به سمت از او حرکت میکنن. مورد بعدی دوستان عزیز این است که افراد اشخاصی که امید به زندگی دارن دائما مسائل را تحلیل میکنن و در مواجهه با مشکلات همیشه کوشش میکنن که راههای حل علمی و منطقی برایشان جستجو بکنن و پیدا بکنن تا باشد که مشکلاتشان حل شود. مورد دیگر دوستان عزیز ارتباطات قوی دارن. افراد اشخاصی که امید به زندگی دارن دائما میخواین که ارتباطات قوی برقرار بکنن و دائما میخواین که در اجتماع حضور داشته باشن، در دل اجتماع باشن و ارتباط خیلی خوب با اطرافیان خود برقرار بکنن و ارتباطات خوب بسازن. مورد دیگر دوستان عزیز خود باوری است. افراد اشخاصی که امید به زندگی دارن همیشه خود باور هستن، بالای خود، بالای توانایی های خود باور دارن. ایره دوستا فراموش نکنین هر آن کسی که بالای خود و بالای توانایی های خود باور داشته باشن، مطمئنن که دیگران هم چنان بالای توانایی ها و بالای خودشان باورمند میشن و باور می داشته باشن و میشه که زندگیشان خیلی مثبت و خوب به پیش برن. مورد بعدی دوستان عزیز احساس معنا در زندگی دارن. افراد اشخاصی که امید به زندگی می داشته باشن، ای امید به زندگیشان باعث میشه که افراد یا احساس کنن که زندگیشان معنا داره و زندگیشان باید هدفمندانه به پیش بره. خب دوستان این ویژگی افراد بود که امید به زندگی داشتن. شما همچنان اگر امید به زندگی ندارین، این ویژگی ها را در خود پیاده بکنین و در خود عملی بکنین، میشه که امید به زندگی در وجودتان دوباره پدیدار شود. خب دوستان میریم به طرف یک بسته تصویری خیلی کوتاه، دوباره در ادامه برنامه با شما هستیم. با جنگل کج در لهستان آشنا شوید. در دنیا جنگل های عجیب و ترسناک بسیاری وجود دارد که بعضی آنها را به عنوان مکان های ماورایی میشناسند. جنگل گریفس لهستان یا جنگل کج یکی از این جنگل های عجیب و خوفناک است که جذابیت زیادی برای ماجراجویان دارد و یکی از عجیب ترین مکان های دنیا در روی زمین می باشد. در این جنگل شگفت‌انگیز حدود 400 درخت وجود دارد که همگی آنها به صورت کج رشد کرده اند. تنه این درختان به شکل حرف سی می باشد. رشد این درختان به گونه ای است که ابتدا چند سانتی متر به صورت عمودی است و بعد ناگهان با 90 درجه زاویه از تنه اصلی درخت به رشد خود ادامه می دهند و بعد از چند سانتی متر دوباره به شکل عمودی برگشته و رشد می کنند. همین باعث شده که درختان این جنگل و درختان عجیب الخلقه مشهور شوند.
این جنگل حدود 80 سال عمر دارد و رشد درختان آن به این شکل زمانی آغاز شده که درختان 7 سال داشته اند. بهترین زمان برای بازدید از این جنگل فصل تابستان است. تابستان های لهستان گرم و آفتابی است و زمان کافی برای گشت و گذار می باشد. جنگل کج در طول سال قابل بازدید است. ورود به جنگل محدودیت سنی ندارد و همه افراد می توانند با تورهای محلی از آن بازدید کنند. جنگل کچ یکی از جاذبه های مهم گردشگری در لهستان به شمار می رود. محیط منحصر به فرد آن برای بایسکل رانی و پیاده روی مناسب است. رازهای زیادی پشت این جنگل است و هنوز دلیل اصلی شکل گیری این درختان کشف نشده است. بله دوستان، دوباره برگشتیم و خوشبختانه مهمانم همچنان رسیدن که محمد خان امیری در برنامه هستن و ایشان مشخصا استاد خطاطی و نقاشی هستن که بیشتر صحبت میکنیم روی خطاطی و نقاشیشون. سلام صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلامونه تاست و تاسو کارکون کتا و تاسو ده تلویزیون لارن طول و لیدون که و ریدون کتا. شما سلامت باشین، تشکر. صبح چی گونه آغاز کردین؟ مننه او دیر خیسته و استاسو تلویزیون تا پراتک سره پر دیر خوخی سره مونگ خپل سهار پایل که. امیدوار استم که روزتان همچنان بخوشحالی تمام سپری شده. دیر منم. امیری صاحب، میشه در مورد نقاشی، میشه اول خود را معرفی بکنین با ما؟ محمد خان امیری ما یو تن لده خوشنویسه و ده رسامه لهنرمندان از خطی پا ده دو برخو که ما خپل لیزده کری کری دی تر استاذ سطح پوره او د ایران په هیواد کې مې د رسامه او د خوشنویسۍ زده کړې کړې دي. اوس الحمدلله په خپل وطن کې د یو کورس مسؤول یم او په کې خپلو هیوادوالو ته خپل خدمت وړاندې کوم. بسیار خوب امیری صاحب، چقدر وخت میشه که مصروف خوشنویسی هستی؟ تقریبا 8 سال پیش یا 9 سال پیش که ما یک سفر به ایران داشتیم و از مشکلات امنیتی یا مشکلات اقتصادی که داشتیم به اساس مشکلات رفتیم به ایران به حساب مهاجرت یا کارگری. خوشبختانه بازوجا ما که هم شوق علاقه که به هنر داشتیم و زیاد در خوشنویسی دست ما میگشت و زیاد همراهش علاقه داشتیم، علاقه مندش بودیم، باز توانستیم که اوجا در ایران هم همین هنر را پرا بگیریم و به یک سرحدی برسانیم. او په ټوله کې به موږ په ایران کې خپل د خوشنویسۍ د خطاطۍ په برخه کې چې موږ ته سندونه هم را کړل سوي دي او د خوشنویسۍ په نستعلیق خط کې په تخصصي بڼه سره موږ او د شکست په خط کې تخصصي زده کړې کړې دي او اوسمهال هم په خپل هیواد کې په کابل کې خپل زده کړې ته هم ادامه ورکوو او خپلو هیوادوالو ته هم خدمت کوو. بسیار خوب، در مورد خطا صحبت میکنیم. جناب استاد، میشه که بگوین فرق بین خطاطی و خوشنویسی در چی هست؟ خطاطی کله چې موږ او تاسې خطاطي نوم اورو یا د خوشنویسي نوم اورو، معنا دا چې د خپل خطاطي پیدا سوی له خطاطۍ یا پنای سره ده. چې کله پنای سره کار کیږي او په مشق سره کار کیږي، د نای له کار نه موږ او تاسې خطاطي او په قلم سره کار کول خوشنویسي ورته وایي. چې دا د خط د ښکلا لپاره استفاده کیږي. موږ او تاسې روزمره کومې لیکنې کوو یا کوم خطونه لیکو، هغه لپاره موږ تاسې په قلم سره یا په خوشنویسي سره کار کوو. نو فرق دا ده چې هغه پنای سره کار کیږي او دا خوشنویسي په قلم سره کار کیږي. کدام یک بیشتر مشکلتر هست؟ نه معلومه ده چې نه مشکله ده، ځکه چې قوانین او هغه قواعد چې د خوشنویسي د نستعلیق د خط دي، په نای کې یو څه هغه کارول یو څه مشکله دي، ستونزمن دي. نو په قلم سره به یو څه اسانه دي څه زده کول. شما وردوش دسترسی دارید؟ او زه په دواړو کې ماشاءالله دواړو کې لاسرسی لرم او په دواړو باندې کار کوم، هم په قلم باندې هم په نای باندې. بسیار خوب، میخوایم که یک پرسش در مورد خودتان پرسان میکنم که خوشنویسی چی رول در زندگی روزمره خودتان داشته؟ خوشنویسی د مونږ په ژوند کې ډیر مثبت رول لري یا ډیر مثبت لاسته راوړنې مونږ ته راکړي دي، چې هغه یو له هغو څخه همدا ویاړ ده چې مونږ خپلو هیوادوالو ته خدمت کوو او مونږ د استاذۍ تر کچې پورې خپلې زده کړې وکړلې او کوم اسناد چې مونږ په خوشنویسۍ کې واخیستل د ایران په ښار کې. نو مونږ الحمدلله اوس
فلحال فعال یا کورس لرو هنری گالری لرو چې په دې کې مونږ د خوشنویسی د رسامه د نقاشی د کوم هنری برخې چې دي د مخته وړو او مثبت اړخ هم دا ده چې مونږ ته یوه روحیه را کوي انګیزه را کوي او دې ته مو واده را کوي چې نور کار هم وکړو. بسیار خوب، چه کسانو میتونه که هنر خوشنویسی را فرا بگیره؟ ده خوشنویسی هنر هر چو کولی سی، در کل ما و شما همه میتوانیم که خوشنویسی را کار کنیم، یعنی توانایی است که در وجود همه انسان بله باشه. بله، این توانایی در هر فرد و در هر شخص میباشه، چی زن باشه چی مرد باشه، چون این چیزی نیست که یاد گرفته نشوه و چیزی نیست که سخت باشه، فقط ما و شما بخوایم هر کس یعنی چی خورد و چی کلان میتوانه که خوشنویسی را فرا بگیره، قوانینش یاد بگیره و خودشان را خوشخط کنه و به یک مدت کمی هم میتوانه انشالله که هر کسی خواسته باشه خودشان به این هدف یا به این هنر دسترسی پیدا کنه. بله، از تاسیس آموزشگاهتون چقدر وقت میشه؟ مونگا په کابل که تقریبا دو کال یا دری کال راهیسی نه دمونگا دغه فعالیت روان ده او کار کوو، خو اوس بیا د مونږ دغه ساحه د کاری لږ پراخه سوې ده او څو برخې مو پکې نور هم را زیاتې کړي چې د نقاشۍ رنګه کار ده. مخکې مو یوازې په خوشنویسۍ او په رسامۍ باندې کار و، نو اوس خوشنویسۍ تر څنګه پورې رسامۍ، نقاشۍ، میناتوري او تر څنګه یې هم د خطاطۍ برخه هم ورسره مخته وړو، یعنی برخی موزیتی کردیم. با چی تعداد شاگرد داریم فعلا؟ زمونگا ده خوشنویسه یا رسامه پوه برخه که تعداد متفاوت مختلف وی، کلا دیر وی، کلا کم وی. خب طولا که مونگا ده میاشتی تر سلو شاگردانو هم لرو، تر یونیم سلو هم لرو، بیا ده موسم یا ده وقت به اوختلو سره هم فرق کوي، ځکه چې بعضی وقت لکه د ژمي په موسم کې شاگردان زیاتې دلای هم سي، نو تر 200-300 شاگردانو هم اوري. نو اوس فلحال تر اویا اتیا شاگردان از مونگا فعال کار. بسیار خوب، شما گفتین که 3 سال از مصروف اعظمی آموزشگاه هستین و 3 سال میشه از تاسیس از این آموزشگاه. مطمئن هستم که شاگردان زیادی آمدن و رفتن، تا به حال شاگرد شده یا شاگردی آمده در آموزشگاهتان و شما فهمیده باشین که امی نمیشه از نقاشی و رسامی و پس رخصتش کرده باشین؟ مونگا خود تر او صداس کمی و پیخ ندالی دلی، زکر چه مونگا کوشش ده پده که او چه دغا ذهنیت سازی هم تر سنگ ورس رو کو او ده شاگردان و پر روحیه بانده هم کار رو کو انگیزه ور کو ده خپل کارون ور تولاندی کو هغا کم کارون چه مونگ سر دی که چه هم داس دیر شاگردان اغلی دی چه ده خپل خط خان ناامیده و یعنی په دې چې زمونږ خط ډېر خرابه ده، شیروی هم کړی په یوه میاشت یا دوه میاشتو کې، دوی ناامیده هم دی، وایي چې نه کېږي استاده مونږ باید دا پرېږدو. نو بیا مونږ د دغې تر څنګ په چې دوی نسو کولی مونږ ورسره هغه کومه مشورتي لاره چې وه د خط له مخې یا کوم یوه هغه د انګیزشي لاره چې وه هغه مونږ ورسره مخته وړل. نو نه الحمدلله هغسې څوک نشته چې بیخي پریښي وي، خو مونږ روحیه ورکړې او تشویق کړي مو دي، کار یې کړی، ماشاءالله ډېر ښه خطونه یې جوړ کړي دي. جناب صاحب، مدت زمان مشخصی وجود داره که در این مدت زمان اگر کسی بیاید با آموزشگاه شما و فرا بگیره خطاطی و هنر رسامی را، میتونه که به یک جای برسه؟ مونږ د مدل مخې نه چې کله یوه موده د مونږ هنر ته یا کومه هنري برخې ته ټاکلې ده، هغه درې میاشتنۍ موده ده، سه ماهه. در کل ما برای کل بخشای هنری ما که چی رسامی باشه، چی نقاشی و یا هم خوشنویسی، 3 ماه مدت برش تعیین کردیم که در ظرف 3 ماه یک شخص میتواند که امو قوانین و اصول خط را خوب به درستی یاد بگیره و بتواند در خطای روزمره خود هم یک تغییرات ایجاد کنه و خط را خوب کنه. بسیار خوب، میشه که رابطه خطاطی و یا هم خوشنویسی را با رسامی به من بیشتر توضیح بدین؟ دا خوشنویسی، خطاطی او رسامی دا طول تړلی په هنر پورې دی، هغه هنر چې مونږ او تاسو ته شکل دانه های زنجیر به یک دیگر بسته هست. او دا غسی او خبره ده، یعنی مونږ او تاسو ته د الهام په څیر باندې لکه د شاعرۍ برخه چوي، نو الهامی برخه هم لري او دا چې کله سره یوه برخه زده کوو نو بله برخه خامخا ورسره تړلې ده او یو څه کارونه یې ورته والی لري او سره زیات متفاوت نه دي. یعنې که چېرته مونږ یوه برخه زده کړو کولی شو بله برخه تر څنګه هم په اسانۍ سره زده کړو، یعنی تړلې دي سره، دا برخې سره ټولې تړلې دي. بله، یعنی اگر کسی بخواد خوشنویس شوه، او میتونه که یک نقاش و یا هم یک رسام خیلی خوب هم شوه. بله، 100%. شما اگر کسی بخواین که
خوشنویسی را یاد بگیرن یا خطاطی را یاد بگیرن، در پهلویش یا همراهش میتواند که نقاشی یا رسامی را هم کار کنه، چون ارتباط بسیار نزدیک و بسیار با هم در یک قوانین یا در یک ردیف قرار دارن که میتوانند از یک طریقش به دیگر طریقش یا به دیگر بخششون برسن. بله جناب استاد، چند نوع خط وجود داره و بیشتر در افغانستان چند کدام نوعش بیشتر استفاده میشه و شما مشخصا از کدام نوعش استفاده میکنید؟ خطونه خو پټوله کې د اسلامي نړۍ کې خطونه ډیر دي، ډولونه زخت ډیر دي، انواع یا قسمونه رقمونه زیات دي، نو د دغه ډولونو لمخې نه په ټوله کې و ډوله خطونه دي. هفت نوع او و ډوله خطونه دي چې په دې و ډوله خطونو کې د موږ تاسو په هیواد کې لڅلو ډوله خطونو نه زیات استفاده کیږي. بله چهار نوع خطی که ما شما داریم در وطن خود در افغانستان زیاد کاربرد داره، خط نستعلیق هست که ما شما برش خط فارسی میگیم، خط شکست است که از نمو خود خط نستعلیق به وجود آمده که از نمونام شان پیداست شکسته یا شکستانده شده حروفایش، و خط نسخ عربی است که به خط پشتو هم در افغانستان مشهور است، و یک خط سلس عربی است که او هم خط شکسته عربی است و در نوشته های عربی یا در خط های عربی زیاد کاربرد داره، و این چهار خط ما در فعلا در آموزشگاه خود هم تدریس میکنیم. بله. و هم کار میکنیم و این چهار تا خط بسیار پرکاربرد هستند و در افغانستان هم بالفعل کار میشه همراهش بیشتر استفاده میشه. خب دوستا، در دست ما دست خط های جناب استاد هست که میشه بیشتر خودشان در موردشان صحبت بکنه. جناب استاد، از خط هایی که شما یادآور شدید مطمئنن که در این کاغذ وجود داره و میشه که بگویید کدام نوع خط است؟ دا نستعلیق خط، دا نستعلیق خط یو ډیر خایسته او ډیر پزلپور خط، دغه نستعلیق خط خایسته یا د دې هغه ښکلا ته په خوشنویسی کې د خطونو ناوې ویل کیږي، یعنی به نام عروس خط ها یاد میشه و از لحاظ ظاهر و همو شکلش بسیار مقبول است و زیاد زیبا هست. یا هم فکر بکنم که مشابه هست و یا هم فکر بکنم همون هست و یکم متفاوتر است. میشه در مورد زی بگوین که خب من همون قسم است دقا در شکست خط ده چه وروس تل دی خط نه کار کیگی او هم دغی نستالی خط نه وجود منست را غلای او پیدا سوا چه دی دغی قوانین دی شکست دی هاین دی نستالی خط دی، فقط اغا حروف مات سوی یا مات لکل کیگی به پا دی خط که دیر احمد دیزاین تاور کول کیگی، یعنی دا خط دیزاین دار لکل کیگی دی دیزاین شکل با. خط شکست الهام گرفته از خط نستالی خط. بلکل بسیار خوب. و ای خط یا هم فکر بکنم که دام شکست خط شکست دام شکست خط نمونه ده. و یا فکر کنم شکست است. د نستعلیق خط ده پر دیزاین شکل باندې لیکل شوی ده. کدام یک خط را شما بیشتر دوست داری؟ د ما ډیر علاقه یا ډیر مینه چې د خپل نستعلیق خط سره د تیم ډیر لیکنې هم تاسو ته په نستعلیق کې راوړې دي. بله. او د شکست خط هم ور سره ډیر مینه لرم، او بیا تر څنګه ما عربي خطونو سره هم زما ډیر علاقه او ډیر مینه ده چې مونږ کار پکو او ډیر مینه مله نستعلیق خط سره. و این خطا هم فکر بکنم که دم د نستعلیق متنونه دی هغه کوم چې مونږ لیکلی دی د نمونه په شکل باندې د شاګردانو لپاره هم مونږ وړاندې کوو، شاګردانو ته ورخیو او خپل مو هم له همدې څخه کار کوو، نو دا متنونه دی په نستعلیق خط باندې. بله جناب استاد، بعضی هم میگن که وقت زیاد نوشته بکنیم میگن بنویس بنویس تا شوی خوشنویس، ضرور نیست که میگن برین به طرف استاد یا یک مربی داشته باشین که بین به شما به شکل اساسی و علمی آموزش بدن، میگه فقط نوشته که خودت خوشنویس میشی، چقدر حقیقت داره ایگه؟ خب این گپ تا حدودی که هست زیاد قابل باور نیست، چون امو بنویس و بنویس که تا شوی خوشنویس او یک مقوله یا امو ضرب المثلی که ما شما میگیم به اساس اونمو کار کرد با خوشنویسی با قوانینش هست که ما و شما را میگه که باید با خوشنویسی کار کنیم یا با قوانینش کار کنیم تا بنویسیم و خوشنویس شویم. که این در نوشته های روزمره ما و شما که خود ما و شما کار میکنیم، خوشنویسی را اگر بخوایم کار کنیم باید با قوانینش پیش بریم. پیش بریم بله. نو دلتا دیر کار کول ول عمل من تاسو په قوانینو سره کولای شئ چې خط کولای کو، یعنی دغه ډیر لیکل د قوانینو په مراد کولو سره او د قواعدو په مراد کولو سره متاسف کولای شئ. بله بدون شک. به قول هم یعنی اگر سر به خط نوشته بکنیم خوشنویس نمیشیم. نه نه هیڅ کله نه، ځکه چې لارښوون کوي نه وي، راهنما نه وي، اول راهنما نه وي ته په تعداد سره کتابچه ډکه هم کې متفاوته کېدلی نه شي، تغییرات نه شي. بخیر باشین. اول در مورد رسامی هایتان بگوین، بعدا باز در مورد چالش های یک خوشنویس که در افغانستان امرش مواجه هست میشه که بیشتر بگوین. در مورد ازی بگوین که قبل از اینکه دوستا برنامه لایف شوه جناب استاد گفت که امروی زغال میل رسامی کردیم، میشه که بیشتر خودتون توضیح بدید.
دغه رسامیت کوم سویدی د خود مونږ په زغالی کار یا هم ورته سختکاری او سیاکاری ورته وایي چې د تابلو په شکل باندې کار کیږي او ډیر با اهمیت یا ډیر با ارزښت کارونه دي او ډیر د توجه وړ کار هم ده نسبت د پنسل کار ته به دا یو څه د اهمیت نه برخمن خد ده مطمئن هستم رسامی است که به انسان انگیزه میده تا خود شو یک رسام خیلی خوب خیلی یک رسامی عالی است اصلا فهمیده نمیشه که رسامی باشه من اول که سعی کردم فکر کردم عکس است و در مورد رسامی بعدی تو دام به زغال باندې کار سویده دا هم عینی د هغه رسم به شکل باندې کار کیږي هم ماس کار سویده چې د کوم د زغالی قلمونو څخه د زغالی کارت څنګه کار اخسته ده او دا هم د تابلو په شکل باندې کار کیږي او په گرافیکی شکل باندې دا رسمي کې او د گراف نه کار شما سلامت بشین خیلی کوتاه در مورد مشکلات تر موږین بسیار کوتاه زمونږه مشکلات خو زختر ډیر دي هم مالی مشکلات دي او هم مکانی مشکلات دي مونږه مشکلات او نزيات برخمن یو خو ډیر څه ته په مالی برخه کې زمونږه مشکلات دي نو هله لروسی ان شاء الله زمونږه مشکلات حل شما سلامت بشین تشکر ډیر ممنون خب دوستان عزیز مینه ما طرف یک میان برنامه خیلی کوتاه دارید ما باز هم همراهی شما دوستان رو با برنامه گلبان خواهم است برگشتیم دوستان دوباره در خدمت شما هستیم خوشبختانه که جوان مستعد فعال و آگاه در برنامه حضور پیدا کردن ساحل قریشی آگاه مسائل اجتماعی که بیشتر صحبت میکنیم مرتبط به تاثیرات مهاجرت ها بر خانواده های افغان قبل از همه سلام صبحتان بخیر سلام صبحتان بخیر خیلی خوش اومدید سلام صبح زیبای شما بخیر امید جور صحتمند باشین خرسند هستم با شما هست. شما سلامت باشین همچنان خرسند هستم که بار دیگر در برنامه شما را داریم و قرار است گفتگو بکنیم تشکر سلامت باشین سلامت قریشی صاحب میشه در مورد مهاجرت یک تعریف جامعی بر ما بدین بدون شک هر پدیده اجتماعی از خود یکی از ضوابطش که تعریفش میباشه یکی از تعریف بسیار جامعی کوچکی که در از مهاجر یا مهاجرت داشته باشیم که مهاجر کلمه مفرد است بله. و مهاجرت کلمه جمع عبارت از آن است که مثلا از یک اقلیم بر دیگر اقلیم از یک جغرافی خاص میتونه یک کس مهاجرت بکنه یک جغرافی خاص دیگی بنابر منظوریت های متفاوتی که باشه اقتصادی باشه فرهنگی باشه تحصیلی باشه به هر موقعی که باشه بدون شک مهاجرت نامیده میشه بله قریشی صاحب دلیل مهاجرت در افغانستان چی هست میشه که هرچند زیاد است همه ما میفهمیم ما آگاهی داریم ولی مشخصا شما شماروار بیان بکنین اساسی و اصلیش یکی از دلایل بیشترین مهاجرت در افغانستان مهاجرت فقر فاقه اقتصادی بوده میتونه دومین دلیلش که اگر خواستین واضح تر بالاش صحبت بکنیم دلایل تحصیلی جوانان بوده میتونه که به دلایل متفاوت به خاطر پیشبرد امور تحصیلی خود به خارج از کشور مهاجرت میکنن به خاطر پیشبرد امور تحصیلی سومین دلیلش دلیل گفتیم اقتصادی بوده میتونه که از منظر اقتصادی بخواهن با کسب کار بیشتر تر بتونن به امو لازم معیشتی زندگی خود برسن و بالاخره دلایل متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در جوامع متفاوت باعث میشه بخصوص جوامع افغانی ما شما که تعداد کثیری از مردم ما شما از سالهای متفاوت به مهاجرت رو آورده باشند. بله. قریشی صاحب فکر نمیکنین که فعلا در شرایط فعلی بعضی از جوانان ما هستن که اثر هوس مهاجرت میکنن بدون شک یکی از پدیده های متفاوت که در سوال قبلی ذکر نکردیم پدیده گذشتاندن وقت به سیر میباشه به سیاحت میباشه بالاخره به خاطر کسب منفعت های تجارتی میبوده باشه که در پولی از او میتونن که منفعت های سیاحتی هم در خود داشته باشه ما و شما امروزه میبینیم که تعداد کثیری از جوانان به اطراف و اکناف دنیا به خاطر دریافت یک سلسله معلومات های بسیار مفید به ارزشمندی خود توسعه های فردی خود بدون شک به خاطر سپری نمودن وقت بیشتر به خوشی های لذت های نفسانی سپری کردن این موضوعات هم میتونه مهاجرت بوده باشه بله. یکی از کاتگوری های بزرگش میتونه در سطح دنیا به خصوص افغانستان ما و شما هم داشته باشه بله بدون شک قریشی صاحب بعضی از خانواده ها یا اکثریت از خانواده ها اگر در کل افغانستان در نظر بگیریم یک عقیده غلط نسبت به کلمه مهاجرت بدون شک و آیا مهاجرت همیشه منفی هست؟
دقیقا وقتی که این مطلب را میخواستم مطالعه بکنم ای کاش گفتم یکی از موضوعات ما و شما سرزمین بچرخه که بتانیم مهاجره یا مهاجرت یک تعریف جامعی ازش داشته باشیم که از دو دیدگاه یکی مثبت باشه یکی منفی باشه. بدون شک عقیده ما و شما به ادبیات ما و شما بدون شک همیشه مهاجرت منفی بوده، یعنی مهاجر یعنی کسی که بالاخره مجبوریت داره به لحاظ از این که از یک وطن به دیگه وطن، از یک جغرافیه به دیگه جغرافیه مهاجر شد. یعنی وقتی که کلمه مهاجرت به ذهن ما میاد فقط هم کشتن است، کشتن است و بالاخره پر خطر است، حق است. اما تو که شما عرض کردین بالاخره موضوعات متعدد باعث مهاجرت میشه، مگر مهاجرت مثبت هم داریم، مهاجرت منفی هم داریم. مهاجرت منفی میتونه کسب کار علمیت بیشتر باشه، کسب کار تحصیلی باشه، بدون شک توسعه فردی خود شخص باشه، بدون شک دیدن جهانهای متفاوتی باشه برای پیشبرد امور و حداقلش این مهاجرت ها به شخص خودمو فرد فایده های زیادی داره و بدون شک در سطح جامعهش به خاطر تجارتش، پیشبرد امور مالیش، اقتصادیش همیشه داره. و اگر بتانیم که مهاجرت های مثبت خوده که مهاجرت مثبت میگیم در سکتورهای متفاوت اقتصادی، بلد، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داشته باشه، حداقلش میتونه که به پیشبرد امور خود فرد و پیشبرد امور اجتماعش تاثیرگذار به سزا داشته باشه. بدون شک، بدون شک حرفای خیلی خوبی را اشاره کردین. خانش سب تاثیرات مهاجرت همیشه بیان بکنین که واقعا از لحاظ روحی و روانی چه تاثیرات بر خانواده ها می داشته باشه. بدون شک یکی از پدیده های بسیار منفی که در سطح بدون شک در سطح افغانستان ما شما و اکناف کشورهای متفاوتی وجود داره، یک تعریف جامعی از مهاجرت که وجود داره مهاجرت غیر قانونی بوده میباشه. مهاجرت غیر قانونی بدون شک تاثیرات منفی در سرحد خانواده، خانه ها، کودکان، اطفال و بخصوص زنها را داره. اگر مهاجرت غیر قانونی یک شخص داشته می باشه، اگر خود شخص باشه از طبقه ذکور بدون شک طبقه و ناسه در کار بوده می باشه که تاثیرات منفی را بالای از داره. مثلا تاثیرات جغرافیایی، ما می فهمیم که بیشترین کشورها مهاد به آب هستن یا جنگل هاست، بدون شک عبور از او سهل تر می باشه، مشکل تر می باشه و از این لحاظ طبقه و ناس ما شما و امثال از طبقه اطفال و کودکان یکی از تاثیرات منفی در سطح جامعه اونمو مهاجرت های غیر قانونی داشته می باشه که کودکان بسیار زیاد را به افسردگی، دلگیری متاسفانه که رو میارن و حداقلش بالاخره یک شخص افسرده ناکارای نه در اینجا نه در کشور آینده خود داشته می باشه. بدون شک قریشی صاحب، شما که جوان هستین، من هست یک جوان قبلا از مهاجرت غیر قانونی یادآور شدین و یاد کردین، به نظر شما چرا وقتی که جوانان ما میفهمند که مهاجرت غیر قانونی خب رای پرخطر و پرخم و پیچ را به همراه می داشته باشه، حتی باعث مرگ انسان هم میشه، با وجود از اینکه میفهمن هم بازم دل خوش میکنن به طرف مهاجرت، به نظر شما دلیل در چه هست واقعا؟ بالاخره اگر ما یکی از موضوعات بسیار مشکل دوسای از جوانان، از درون جوانان امروزه بر شما بیان بکنیم و مردم افغانستان جوان بیان بکنیم، بالاخره بحث مجبوریت میاد در سطح افغانستان ما و شما. اگر مجبوریت ما و شما بر اساس ازی بدانیم که یک جوان زندگی خود، حیات خود عزیز بته، او قدر فایده مند و سودمند نیست. بالاخره گیم هایی که بازی میکنن، بالاخره سفرهای غیر قانونی که دریایی باشه، خشکه باشه و امثال از موضوعات سیاسی که برش برخورد میکنه و امثال از موضوعات امنیتی که خارج از کشور میرن، از این موضوعات بحث بکنیم، بالاخره یک جوان به اساس یک سلسله مجبوریت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، یک جوان بدون شک خارج از کشور سفر میکنه و تعدادی از مشکلات زیاد را در خود میخره. بالاخره هم فرمودی شما ای را میدانه که ما بالاخره باید به یک سلسله مشکلات روبرو شوم که تنظیم امنیتی باید بوده باشه، موضوعات محیطی بوده باشه، امثال از او بسیار تعداد مشکلات. مگر به لحاظ مجبوریت اگر کلش یک جنبندی بکنیم، به لحاظ مجبوریت او جوان همه تو ریسک ها مد نظر میگیره تا بالاخره باشه که یک زندگی سعادتمند در پیش روی داشته باشه. بله شما سلامت باشین. میشه کمی انرژی را که به خاطر رفتن به طرف مهاجرت غیر
قانونی ذخیره کرده میشه که انرژی رو در میدان خود استفاده بکنه و یک کار بکنه میشه که همینجا مشکل بدون شک یکی از راه حل های را ما میتونیم براش پیشنهاد بکنیم. بخاطر جلوگیری میایم کوشش بکنیم. دقیقاً سوال است که چه کارها بخاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی و در کل مهاجرت ما انجام داده میتونیم؟ بدون شک یکی از موارد بحث که امروز ما شما یک موضوع را آسیب پذیری بکنیم راه حل های متفاوتش را داشته باشیم. حداقل یک جوانی که به خاطر مهاجرت تنظیم میکنه حداقل یک هزینه را باید سپری داشته باشه. بدون شک از اون هزینه میتونه در سکتورهای متفاوت در خود وطن خود در افغانستان ما شما تجارت های شخصی حداقل اگر کوچک باشه قلیل باشه کمتر باشه استفاده زیاد را ازش داشته باشه. راه های متفاوت به خاطر تحصیل بهش بگیری و تنظیم نمایه راه های متفاوت تجارت های کوچک امروز در سکتورهای متفاوت از طریق قضاها از طریق پیشبرد امور زندگی انجام میافه بدون شک میتونه از اون طریق استفاده مثبت مثمر داشته باشه. یکی از راهها میگن که ترساندن فرد مقابل است. فرد مقابل بترسان که راههای مهاجرت اینقدر خطر داره. دلیل که انسان کنجکا واسه وقت بترسانش یک چیز میره به دل از او و میبینه که واقعا ترسی وجود داره. شما سلامت باشین. تشکر که تشریف آوردین. حرفی اگه داشته باشین پیام خیلی کوتاه میشه. شما به سلامت باشین. اگر مرتبط به این جوونه خود بگوییم مهاجر داشته باشیم، مهاجر مثبت داشته باشیم، در سکتور اقتصادی بوده باشه، اجتماعی بوده باشه و بالاخره یک توفیقی که اخلاق بوده باشه، کرامت داشته باشه، انسانیت داشته باشه، از وطن خود مهاجر میشیم به یک وطن دیگه، این متو الگوهای مثبت در اونجا انتقال بتونیم، یک چهره مثبت از افغانستان در اون کشورام داشته باشیم با. از مهاجرین خود عقیده ما به این باشه که به وطن خود خدمت بکنیم. بدونش شما سلامت تشکر بخیر. خب دوستان عزیز میریم به طرف یک میان برنامه کوتاه. بازم در ادامه برنامه همراهی شما دوستان را خواهم است. تو ازری سلامونه به هم تاسو ته دروند و ګران دوستانه په دې برخه کې خوشبختانه به هم لزان سره میلمه درمه چې دوی میگی یلدا نگزاد او کومه موضوع چې انتخاب کړی ده د ژوند مدیریت کول دي. نو راځي چې ډېری خبرې به له میلمه د ژبې څخه به وورو. سلام و صبحتان بخیر باشه. خیلی خوشحال آمدید. روزها فکر من این است همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. آمدم از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چی بود و کجا می روم؟ آخر ننمای وطنم مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفس ساختند از بدنم. سلام درود عرض اراده دارم خدمت تمام فریختگان الماسین درخشین و رهبران ایندی افغانستان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشن و یک سلام خاص برای خودتان. سلامت باشین. علیکم سلام. خیلی خوشحال شدم که شما رو امروز با خود داریم در برنامه. موضوعی که انتخاب کردیم قبلا هم اشاره کردم مدیریت زندگی هست و سوال اول آغاز میکنم که مدیریت زندگی چی هست و چگونه انجام میگردد؟ خب در نخست میگیم مدیریت زندگی این است که ذهنی مدیریت زندگی میگیم که این است که بتوانیم هر چیزی را که مثلا خودمون میخواهیم بر از خود هر چیزی را که برش ما میخواهیم برش برسیم و میخواهیم یک هدف داریم با اونمو هدف خود فکر میکنیم و همون قسم مدیریت زندگی خودم میکنیم و بر از اون باید تسلط داشته باشیم. اگر ما میخواهیم یک مدیریت واقعی از زندگی خود داشته باشیم پس باید همون چیزی را که ما میخواهیم برش برسیم باید برش هدف خود تعیین کنیم و زحمت بکشیم تلاش کنیم تا اینکه مو زندگی ما را مدیریت کنیم درست. و در اینجا میخواهم از یک داستان شروع کنم که در یک داستان از گروهی از قورباغه ها هستن میخواهن بر یک برج برسن. اونا همیشه تصمیم میگیرن که به یک برج برن. خیلی از قورباغه های دیگر در پایین تر استاد میشن به تشویق و به خاطر تماشا کردن از اینا. اونا میگن که شما بعضی شعار چنی است میگه شما نمیتونین به او برج برسین، میگه شما خیلی کوچک هستین و شما رسیدن نمیتونین به اونجا. اینا تصمیم میگیرن که برن به خاطر برن بالاشان به برج. وقتی که اینا میخواین بالاشان برن بر جای قرار گرفتن که نزدیک رسیدن بودن، ولی به خاطر شعار دوستانشون که دوباره شعار میدادن که شما نمیتونین، اینا دوباره منصرف شدن، نصفش بس تمامش منصرف شد بجز یکی. او یک تصمیم خود را در پیش گرفت، گفت من میتونم که برسم برش. حرکت کرد دوباره تا ای که به نوک برج رسید. وقتی به خود برج رسید تمام
قربغه های دیگه وقتی را دیدن گفتن چطور تانستی برسی. آخه. وقتی که رسید به اونجا رسید و خودش گفت که ما اهداف می بود که ما درست کنترل کنم خودم، مدیریت خودم در دست خودم بگیرم. بله. یعنی زندگی انسانم این قسمت، یعنی اگر ما میخوایم که بر یک جای برسیم به خاطر از اینکه تلاش کنیم زحمت بکشیم به خاطر حرفای مردم هیچ وقت از زندگی خود کنار نکشیم. وقتی یک کس میگه تو این کارو نکن، ما نباید بر حرف از او گوش بدیم، باید همو حرفی را که خودمون میفهمیم امو را که تصمیم گرفتیم باید بر از اونمون ما خیلی خوب تسلط داشته باشیم، بر از اون کنترل خود داشته باشیم و بتونیم که امو جایی که میخوایم برسیم و خودمون تلاش کنیم میتونیم برسیم. ما این نشان میده که یعنی ما باید زندگی خود درست مدیریت کنیم و نگذاریم به دستان اشخاص دیگه. بله سلامت باشین. چه یک دستان خوبم تعریف کردین. به نظر شما زندگی بدون مشکلات و چالش ها ممکن هست یا خیر؟ خب دقیقا و طبعا که نیست. یعنی هر کس در دنیا، هر افراد موفق را بریم پرسان کنیم میگه ما هیچ چالش نشده در مقابلم بیایه که ما از او گذشته باشم. هر کس یک چالش یک مشکل در مقابلش آمده و وقتی که مشکلات میایه ما باید بفهمیم که چطور ازشون بگذاریم و ما باید صبر داشته باشیم. در اینجا نباید هیچ وقت این فکر کنیم که ما نمیتونیم به یک جای برسیم. ما میتونیم، فقط صبر داشته باشیم و زندگی مشکلات خودش همیشه داره و هیچ وقت بدون مشکل نمیتونه پیش بره. ممنون شما. مدیریت موفق زندگی به سبک افراد موفق چگونه میباشه؟ خب ببینین از این نگاه میگیم افراد موفق چه رقم مدیریت میکنن زندگی خود. افراد موفق در نخست اولن که اونها صبح زود از خواب بیدار میشن. خیلی زود سحرخیز می باشن، خیلی زود از خواب بیدار میشن. ورزش که در اولویت آنها است، اما حرفه ای را که دارن در موردش اطلاعات کسب میکنن و بیشتر چیز میکنن، تلاش میکنن که مثلا در مورد امو خودش بفهمن. دیگه ای که آنها کمتر میخوابن، مثلا 2 ساعت میخوابن. خیلی از افراد از مثلا 8 ساعت میخوابن. 8 ساعت که نباید آدم بخوابه و این نشون میده 6 ساعت باید بخوابه، چون اگه بخوابم باشیم دیگه نمیتونم به کار من درست رسیدگی بکنم. بهتری است که به خاطر که اگر ما خودمون جمع بندی کنیم قسم زندگی، اگر ما 60 سال عمر داشته باشیم تقریبا 8 ساعت استراحت کنیم دیگه کاملا ما 20 سال خواب کردیم. پس بهتر است که کم خواب کمتر کنیم. و تمام شد. بسیار خوب. مدیریت زمان زندگی چیست و چگونه زمان را باید مدیریت کرد؟ خب ببین مدیریت زمان مدیریت زندگی ما در می زمان وقتی که ما میخواییم چه رقم باید انجام بدیم مدیریتش. اولا که میگیم زندگی ما با 3 پدیده میتونیم بگیم با 3 پدیده سرکار داره، یا ما در روز ما با 3 پدیده بیشتر سرکار میداشته باشیم. ما 3 پدیده مهمترین حرف است که در زندگی ما است. اولا میگه که اشخاص است، اشیا است و همچنان تایمر یا امو زمان است. بله. اولا که گفتیم اشیا هست، اولا گفتیم اشخاص است. وقتی مثلا ما با افراد، با دوستان ما، با افرادی که امروشون سرکار داریم در محیط ما یا در دفتر، در وظیفه، در یک جای مثلا دوستان ما هستن، اگر امروز از اونا ارتباط درست و خوب را برقرار کنیم طبعا که ما یک زندگی خوب را داشتیم. و دیگه ای که با اشیا، مثلا وقتی که ما میریم خانه یا پدر ما میه بر ما میگه که امو ریموت بر ما بده، ما به جای اینکه بگیم بگیر بفرمایین مندازیم بگیرین، این وقتی که اندازیم این مشکنه، این وقت شکست ارتباط درست بر ما نکردیم. بعد از دیگه طبعا وقت بزرگ خانه باشه بازون پدر یا مثلا یک کس دیگه، خب هر کسی که باشه. و آخرینش که موضوع ما بود و مهمترینش زمان بود، که زمان خیلی مهم است. زمان گرانبهاترین چیزی است که ما در زندگی خود داریم. اگر بریم در هر بود ما از خود زمان ببینیم که زمان مهمترین بحثمون باشه، از هر جای بررسی کنیم زمان خیلی مهم است، چون که زمان دوباره وقتی که رفت بر نمیگرده. ما وقتی که زمانی را که بر ما داده شده، حتی از لحظه‌ای که ما در اینجا آمدیم دوباره بخوایم برگردانمش، نمیتونم برگردانم. میتونم ویدیوش تماشا کنم، میتونم دوباره برم ببینم، ولی نمیتونم با زمان برگردم. پس زمان چیزی است که علی متعال بالاش سوگند یاد کرده، یعنی خیلی مهم است. وقتی علی متعال میگه انسان در زیان است، یعنی چی که در زیان است؟ زیان انسان همی است که از زمان خود درست استفاده نمیکنه. پس بهتر است که از زمان ما درست استفاده کنیم. سلامت باشین. از نظر شما سخت نگرفتن زندگی چگونه است؟ خب ببینین خیلی از افراد هستن میگن که زندگی خیلی سخت است،
خیلی مشکل است یا از زندگی میگه راضی نیستیم. آها. چرا اینا یه حرف میزنن؟ خب ببینیم ما میگیم که زندگی سخت نیست، این شاید ما هستیم که زندگی رو به خود ما سخت میگیریم. زندگی خیلی خیلی آسان است. بریم امیال امیر خودتان برین از یک فرد موفق به نظر خودتان. اگه برین بپرسین که زندگی سخت است چی میگه؟ یا زندگی میگیم که زندگی درست است که ما به دنیا آمدیم، به نظر شما چی میگن؟ خیلی عالی. نه به نظر خودتان اگر موفق باشه که خیلی عالی است. طبعا نگیره همه میگه من رضایت دارم یا خیر؟ طبعا افراد موفق دائما از زندگی راضی هستن، هیچ گونه شکایتی ندارن. دقیقا میگه من از زندگی راضی هستم. ولی اگر از یک افراد ناموفق یا افرادی که در روی سرک میخوابن ازشون بپرسیم به نظر خودتان چی میگن؟ شکایت دارن دیگه، معمولا همه با شما میدارن. میگه من راضی نیستم. نه دقیقاً اینا رو ببینید، اینا رو مدیریت درست زمان نشون میده، مدیریت درست زندگی رو نشون میده. اگر ما از مدیریت درست از زندگی خود داشته باشیم یا بکنیم، هیچ وقت ما حرف نمیزنیم. طبعا ما میگیم که ما خیلی از زندگی راضی هستیم، چون افراد موفق همین حرف میزنن. بیاید کمی سوال از شما بپرسیم. نظر شما در مورد زندگی چی است؟ از دید شما چگونه است؟ عالی است؟ خیر؟ نه خیر عالی است. عالی است. خودم راضی هستم. بس فرد موفق هستیم دیگه. الحمدلله. شما چگونه تونستیم بالای زندگیتون مدیریت بکنین؟ یک فرد موفق باشین تو که زندگیتون راضی باشین. خب من خودم همیشه در هر جایی که بخوایم، اول خب ناامیدی خود در مقابل میایه، مشکلات در مقابل میایه، ولی من خودم همیشه تونستم که مشکلات که بیایه به خوبی ازشون بگذرم و به خیلی خوبی مدیریتش کنم و تا اینجا که رسیدیم خیلی خوشحال هستم و از زندگی خودم کاملا راضی. آها خیلی عالی است، انشاءالله که همیشه راضی باشین، موفق باشین. جهان سپاس و تشکر میکنم شما که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر حرف و پیام دارین کامرا در خدمتتون هستم. خب میخوام یک دیپلم داشته باشم در آخر. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت، کس برایش میتوان از جان گذشت. خدا نگهدار. سلامت باشین، ممنون از شما. اگر دوستات اسنه هم یاد نه ایمان نکم چه تر دیده ما پرده مونږ سره وي از مونږه د خبرونه برخه مو ولیدلې د ګلبنګ برخه مو ولیدلې از هم د خبرونه پای ته ورسیدم. موزه الله تعالی سره باید خدای پامانی وکم چه تر بل ګلبنګ به هم تاسو د چوپړ کې حاضرې کوم لګرام همکار سره می خو هر منشي چه د واتس اپ شمیره هم شته تاسو کولای شئ مونږ ته پیغام را ولېګې یاري کوم سه خپل نظریات مونږ سره را شریک کړئ. تر سبا پر چې به حمزه ارزو کا کار سسه په چوپړ کې حاضرې کوم تاسو یوازې او بخون کې خدای تر سپارم خاد او بریالي اوسې خاور زلري. بله دوستان، شما بیننده برنامه گلبانگ به شکل مستقیم از تلویزیون جهانی یک هستین. امیدوار هستم که امروز از داشته های امروز برنامه ما مستفید شده باشین و لذت برده باشین و تانسته باشه که گوشه کوچک از مشکلات شما دوستان را حلال بوده باشه. دوستان عزیز، ما همیشه و همواره در برنامه گلبانگ تلاشمان بر این است تا سهم داشته باشیم در لبخند صبحگاهی شما و صبح فوق العاده عالی و خوبی را به شما رقم بزنیم. شماره واتس اپ برنامه ما دوستان در خدمت شماست، میتونید که تماس بگیرین، میتونید که پیام ارسال بکنین. یک روز حتما در برنامه شما را می داشته باشیم و روی موضوعاتی که شما انتخاب میکنین و یا هم از طرف ما انتخاب میشه حتما میایین در برنامه و بس روی موضوعی که انتخاب میشه می داشته باشیم. همچنان تصاویر جالب و دیدنی را که از نقاط مختلف افغانستان شما دریافت میکنین و یا هم برمیدارین میشه که به ما ارسال بکنین، حتما ما در لابلای از برنامه و یا هم در خلای از برنامه به شما به نشر میسپاریم و فراموشتان نشه که نظریات و انتقادات شما دوستان همیشه سازنده برنامه هست و شما میتونید که انتقاد کنین، میتونید که پیام ارسال بکنین، میتونید که پیشنهاد بکنین. حتما ما پیشنهادات و انتقادات شما دوستان را مد نظر میگیریم. دوستان در بخش قبلی که آرزو جان مهمان داشتن و روی موضوع خیلی هم مهم صحبت کردن که مدیریت زندگی بود، که افراد اشخاصی که مدیریت زندگی ندارن آنها از زندگی خود ناامید میشن و مدیریت زندگی به معنای توانایی سازماندهی و هدایت جنبه های مختلف زندگی به اشکال مؤثر و متعادل میباشه. افراد اشخاصی که در زندگی خود مدیریت دارن آنها میتونن که یعنی آنها هدفمند زندگی میکنن و به خود تعیین هدف میکنن. هدفهای کوتاه مدت هست، هدفهای میانه مدت هست و همچنان هدفهای دراز مدت و طویل مدت هست که این هدفها میتونه که آنها را به خاطر انگیزه دهی و به خاطر مدیریت زندگی خیلی ها کمک بکنه و به سمت اهداف که تعیین کرده به حرکت شوند.
همچنان دوستان اگر ما میخواییم که در زندگی خود مدیریت داشته باشیم باید برنامه ریزی و زمان بندی را خیلی ها مد نظر داشته باشیم. اگر ما صبح را آغاز میکنیم بدون برنامه ریزی و بدون ای که بفهمیم بعدها یا در ساعت ده به طور مثال ساعت 11 12 ما چه کارهایی را باید انجام بدیم، مطمئنن که در زندگی خود مدیریت نداریم و روز خود را مدیریت کردن نتونستیم. اگر ما صبح وقت بیدار شویم و به این فکر شویم خب که امروز ما باید چی بکنیم و کدام کارها را باید در اولویت قرار بدیم، کدام کارها را بعدن باید انجام بدیم، کدام کارها امروز باید انجام بدیم و کدام کارها را باید روز بعدش انجام بدیم، ای است که خیلی ها خوب میتونیم هم مدیریت زمان داشته باشیم هم به زندگی خود یک معنایی ببخشیم و یا هم یک نظم و تنظیم ببخشیم. خب دوستان، مورد دیگه که وجود داره ای است تعادل در زندگی. بدون شک که ما یا چالش ها مشکلات جزوی از زندگی می باشه، اگر ما نتانیم که تعادل را در زندگی خود مراعات بکنیم و هم تعادل را در زندگی خود ایجاد بکنیم. تعادل به معنی است که در روابط، در تفریح خود، در کارهای خود، در همه باید حد وسط را در نظر بگیریم، قسمی که در آموزه های دینی همچنان خیلی اشاره خوب و معصر به این عرصه شده که باید در همه موارد و در همه کارهای زندگی خود ما باید تعادل را رعایت بکنیم. و همچنان مدیریت استرس هست، مدیریت موارد مالی هست که ما باید در زندگی خود موارد مالی خود را مدیریت داشته باشیم، یک پسنداز به خود داشته باشیم و مصرف خود را کم بکنیم، عاید خود را بیشتر بسازیم و پسنداز بکنیم. مطمئنیم که یک فرمول خیلی خوب به خاطر کنترل و به خاطر مدیریت بخش یا عرصه مالی ما می باشه. خب دوستا، پر حرفی زیاد نمی کنیم تا اینکه دوباره در خدمت همه شما قرار می گیریم. شما بزرگوارا را به خداوند یکتا و منان امانت می سپارم. فرمایشتان نشه که فردا همچنان با محتوای فوق العاده عالی و جالب در خدمت شما می باشیم.